گرفت، این روش جواب نخواهد داد. آقای خسروی، آیا شورای هماهنگی راه سبز و امید داره تلاش میکنه که شاخه دانشجویی برای خودش ایجاد بکنه؟ این رو باید از خود اعضای شورا یا از سخنگوی این شورا پرسید. خب طبیعتا من در جایگاه این شورا نیستم و مسئولیت حرکات اونها با من نیست، ولی من چیزی رو که میدونم اینه که هم در بیانیه شورا و هم در بیانیه که از طرف یک سری از فعالین امضا شد، مشخصا اشاره به هیچ کنوم از برنامه‌های موجود و برنامه‌ای که در داخل دانشگاه قرار است انجام بشه اشاره نشد. حتی ما در بیانیه‌ای که صادر کردیم، یکی از نگرانی‌هامون همون بحث تهدیدهای بود که نیروهای امنیتی کردن، به خصوص صحبتی که فرمانده پلیس کشور سه روز قبل از ارتباطمون با آقای خسروی متاسفانه قطع شد. آقای قاسمی نژاد، نکته‌ای که این بحث در واقع جای سوال هست این که اگر اینطور که شما در واقع اشاره کردید قرار بر این هست که یک شاخه دانشجویی خلق بشه یا پدید بیاد، وقتی که تاکید بود بر اینکه این خواستهای صنفی مطرح خواهد بود و مطرح هم شد ظاهراً، و حتی شعارهایی در حمایت از آقایان موسوی و کروبی هم شنیده نمی‌شد در این چند روز گذشته، این در واقع تعارض رو چطور شما توجیه می‌کنید؟ ببینید، این حرکت اصلا کلا حرکت نپخته بود. شما اگر اون آرمی که معمولا اینها می‌زدن روی اون پوسترهاشون رو بگذارید و نگاه کنید، روی اون آرم شما تفنگ می‌بینید. چرا؟ خب من تعجب می‌کنم که شورای هماهنگی مثلا برای اینکه بسیار هم حساس هستش روی این مسائل، چطور خب یک از چنین برنامه حمایت کرده؟ مگر اینکه خب این میشناختند این گروه رو، و الا من هیچ دلیل نمیبینم که شورای هماهنگی راه سبز و امید که بسیار مرزبندی های مشخصی داره با همه گروه های سیاسی و با همه گروه های دیگه، بیاد از این حرکت حمایت کنه. من حق هر گروهی هست که اگر بخواد این کار رو بکنه، منتها به نظرم این طور جواب نخواهد داد. این که شما میگید که شعاری در حمایت از آقای کروبی و موسوی داده نشد، به این دلیل هست که من ابتدا هم گفتم بر این هستش که حرکت خیلی جدی انجام نشد. من دیدم که یکی از سایت های سبز یک فیلم گذاشته بود به عنوان اینکه این مال 25 اردیبهشت بود، در حالی که این فیلم مال دانشگاه پلی‌تکنیک مال تجمع قبلی بودش. به عنوان مثال میگم، اون چیزی که من پرسجو کردم از دوستانی که در ایران هستند و بقیه دوستان که خب در خارج از کشور هستن و خب شبکه هاشون دارن در داخل و اونها هم پرسجو کردن، این هستش که اتفاق خیلی ویژه‌ای نیفتاده. درسته در جاهای یک اتفاقاتی افتاده، منتها اتفاق خیلی ویژه‌ای نیفتاده برای اینکه این انتظاری که شما میگید برآورده بشه، یعنی شعار داده بشه در حمایت از آقای موسوی کروبی. چون شما میدونید الان شعار در حمایت از آقای موسوی و کروبی هزینه بسیار زیادی داره، حداقل باید یک جمع قابل توجه جمع بشن تا بقیه جرأت بکنن که این شعار رو بدن، ولی اگر مثلا 10 نفر 15 نفر جمع بشن و این کار رو بکنن، خب همین هزینه‌اش برای اونها بالا هست و اونها هم این کار رو نمی‌کنن و مسائل صنفی مطرح خواهد شد. فکر میکنید که این در واقع توجه و تمرکز بر روی خواستای صنفی استراتژی عملگراگنیه برای در واقع نگاه به همون حرکت‌های خشونت پرهیز؟ سال هاست که در اون جنبش دانشجو این بحث هستش که تأکید صرف بر خواسته های سیاسی جوابگو نیست، برای اینکه نیازهای یک اکثریتی از دانشجویان در ایران فقط خواسته سیاسی نیست، ما مسائل صنفی بسیار زیادی داریم در درون دانشگاه. منتها این هرگز حقیقتش این است که هرگز عملیاتی نشده، یعنی در تمام این سالهایی که من از سال 79 که من وارد دانشگاه شدم، این بحث همیشه بین فعالان دانشجویی بوده که ما باید روی بحث صنفی تمرکز بکنیم، منتها هیچ وقت این صورت نگرفته و همیشه هم اگر که یک توجهی به حرکت صنفی شده، بلافاصله سیاسی شده. شاید هم دلیلش این باشه که به هر حال کسانی که این دانشجویان سیاسی بودن بیشتر که می‌خواستند رو بحث صنفی تمرکز کنن برای اینکه اون رو به بحث سیاسی بکشونن، و شاید این جواب نمیده. شاید راه حلش این باشه که دانشجویانی که خودشون دغدغه صنفی دارند این حرکت رو پیگیر بشن و اونها در طول این حرکت، در طول این مسیر به این نتیجه برسن که مسئله سیاسی هست. ولی اتفاقی که معمولا در درون دانشگاه ما افتاد این بودش که دانشجویان سیاسی در زمانی که فشار زیاد بود میرفتن سراغ مسائل صنفی، و شاید این اعتماد بقیه دانشجویان رو شاید جلب نمیکرد، و یا شاید هم ما نمیتونستیم که این رو به یک صورت مناسبی عرضه بکنیم. ولی اتفاقی که میگم افتاد این استش که پرداختن به مسائل صنفی معمولا در این سالها
استراتژی موفقی نبود، هرچند که به لحاظ نظری باید موفق باشه، در عمل رخ نداد. خب ما مشکل ارتباط با روم داریم، کم و کم امیدواریم که این مسئله حل بشه و بتونیم آقای خسروی رو هم در ادامه بحث با هم همراه داشته باشیم. آقای قاسمی نژاد، نکته که اینجا قابل بحث است این که چقدر این گروه هایی که به گفته شما چندان شناخته شده نیستن و اسامی هم ازشون دیده نمیشه، شنیده نمیشه. ما هم تلاش کردیم در ایران با اینها تماس برقرار بکنیم، ظاهرا کسی حاضر نیست که در واقع خودش رو به عنوان فرد حقیقی در واقع سازمان دهنده این اعتراضات معرفی بکنه. آیا امکان وجود داره که ما داریم به سمت پدیده گروه‌های زیرزمینی دانشجویی داریم حرکت می‌کنیم؟ ببینید، این اتفاق طبیعتاً هر قدر که حکومت فشار بیاره و فشارش بیشتر بشه روی تشکل‌های شناخته شده و شناسنامه‌دار، روی افرادی که مشخصاً به گروه‌های دانشجویی وصل هستند، این اتفاق می‌افته. اون چیزی که ما باید بهش بپردازیم این هست که ببینیم آیا میشه این رو مدیریت کرد به گونه‌ای که این مؤثر باشه، یعنی در داخل کشور امکان سازماندهی روی زمین وجود نداره، امکان اینکه فعالان مثلا شناخته شده باشن در داخل کشور بیان با شما الان مصاحبه کنن بگن که ما بودیم. راه حلی که به نظر من میرسه این هستش که به هر حال از طیف‌های مختلف دانشجویی الان در خارج از کشور حضور دارن، کسانی که در همین سال‌ها از کشور خارج شدن و ارتباطشون مستمر هستش با گروه‌های درون کشور. واقعاً اگر این گروه‌ها گروه‌های دانشجویی هستند و در درون دانشگاه فعال هستند، هیچ مشکلی نداره، میتونند با کسانی که در خارج از کشور احساس می‌کنن به اونها نزدیک هستن یا ارتباط تشکیلاتی دارن، اونها رو به عنوان نماینده خودشون انتخاب کنن، به عنوان سخنگوی خودشون انتخاب کنن، برای اینکه جامعه دانشگاهی بتونه اعتماد بکنه. و الا جامعه دانشگاهی که نمیتونه به یک سری آیدی روی فیسبوک یا روی یاهو مسنجر اعتماد بکنه برای اینکه یک حرکت گسترده‌ای در درون دانشگاه ها رخ بده. من بگم اونم اتفاقی در 25 اردیبهشت رخ داد و در واقع رخ نداد، یک آزمایشی از این هستش که به این طریق نمیشه کار کرد و باید به طریق دیگه کار کرد. آقای خسروی، خوشبختانه ارتباطمون با شما برقرار شد. دو نکته‌ای که داشتید صحبت می‌کردید رو در همون ارتباط ادامه بفرمایید. پرسش دقیق من این هست که این افراد چه کسانی هستند؟ این افرادی که در واقع این اعتراضات رو برنامه‌ریزی کردن، شما به هر شکل از این حرکت حمایت کردید و ظاهراً شناخت نسبی هم دارید از اینکه این افراد چه کسانی هستند؟ ببینید، من اول امیدوارم که وقت داشته باشم پاسخ تمام صحبتایی که مطرح شد رو بدم، ولی چند تا نکته رو ما نباید با هم مخلوط کنیم. یکی این که بنده به عنوان یک فعال سابق جنبش دانشجویی و مدافع حقوق دانشجویان، هر زمانی که احساس کنم یک دانشجو در ایران، یک دانشجو یا یک شبکه دانشجو یا یک تشکل دانشجو به ظرف دانشجو بودن، حتی مهم نیست این دانشجو به کدوم طیف سیاسی وابسته باشه، هر زمانی که احساس کنم این انسان حق اعتراض میخواد اعتراض کنه ولی سیستم این حق رو ازش گرفته، بنده وظیفه خودم میدونم که از ایشون دفاع کنم. حالا میخواد این آقا دانشجوی بسیجی باشه، میخواد دانشجوی اصلاح طلب باشه، میخواد دانشجوی غیر اصلاح طلب و غیر بسیجی یا سیاسی یا غیر سیاسی باشه. خب اتفاقی که میفته اینه که عده‌ای از دانشجویان از داخل ایران بیانیه‌ای صادر میکنن، مجموعه بیانیه‌ای رو جمع میکنن. من انتقاد دارم به نحوه رفتارشون، اینکه یه کمی میشه گفت بزرگنمایی کردن، بیش از اندازه در بعضی موارد، یا در بعضی موارد اون بحث آرم اسلحه‌ای که آقای قاسم نژاد فرمودن، اون آرم اسلحه خیلی سریع تصدیق شد با تذکری که بهشون داده شد. البته اون تذکرشون رو آقای خسروی کی این تذکر رو به اونها داد؟ تذکر رو اتفاقا یکی از دوستان شخص بنده بهشون داد از طریق همون آیدی های ناشناس و فیسبوک. اینها به محض اینکه این رو شنیدن اون آرمو تصحیح کردن. ببینید، موضوع اینه که من احساس میکنم نیروهایی که درگیر این جریان بودن، تا اونجایی که اطلاع دارم، نیروهای جوانی بودن که اتفاقا به هیچ جریان و گروه سیاسی وابسته نبودن. حالا اینکه آقای قاسمی نژاد میفرمایند که اینها وابسته به جریان جنبش سبز، شورای راه سبز امید بودن، شاید مکتوبات و مستندات مشخصی دارن
در این زمینه. ولی من بر اساس تحلیلی که میتونم بکنم و بر اساس شواهدی که میدونم اینه که اتفاقا اگر اینها وابستگی به اون جریان داشتن، شورای راه سبز امید حداقل اسم 25 اردیبهشت رو در بیانش می آورد، مشخصا ازشون حمایت میکرد و مطبوعات و رسانه‌هایی که در اختیار داره رو روی این قضیه فوکوس میکرد. شما ببینید غیر از یک سایت اون حالا سایت مشخصی است، بقیه سایت‌های وابسته به جنبش سبز تا روز واقعه هیچ خبری رو از این ماجرا منتشر نکردن. تنها خبری که تا روز واقعه منتشر کردن بیانیه خود شورا بود که اون هم بیانیه کلی بود در مورد دفاع از حقوق دانشجویان. من هم اشاره کردم حتی مایی که بیانیه دادیم، بیانیه ما به مناسبت گرامی رأس دفاع از حق اعتراض بود، حقی که ما در 10 سال اخیر در جنبش دانشجویی خرداد ماه سرکوب بوده در دانشگاه. این نباید فراموش کنیم، یعنی خرداد و تیر برای جنبش دانشجویی ما در 10 سال گذشته یکی از سخت‌ترین ماه‌ها بوده. ما جریان کوی دانشگاه رو داشتیم، جریان خرداد 82 رو داشتیم، حمله به خوابگاه دانشگاه علامه رو داشتیم، جریان 2 سال گذشته اون بحث حمله به خوابگاه دانشگاه تهران رو داشتیم. و اینکه دانشجوها در این روزها بخوان اعتراض کنن، بخوان از حق و حقوق خودشون دفاع کنن، یک حق مسلم اونهاست. ما هم به عنوان فعال دانشجویی، اگر خودمون رو فعال دانشجویی میدونیم، باید از این موضوع دفاع کنیم. هر انسانی که در خسروی ایران دانشجو هست باید حقش رعایت بشه. آقای خسروی، نکته ای که آقای قاسم نژاد روش انگشت گذاشتن این که این حرکت مجازی در سطح یک حرکت مجازی در واقع باقی مونده، ظاهرا تبدیل نشده به فعل، به صحنه اجتماعی نیومده. دقیقاً این یکی از انتقاداتی که اتفاقا ما هم به اون جریان وارد داریم. خب ببینید، باید از دو طرف به قضیه نگاه کرد. یکی این که این دوستانی که بیانیه‌های پشت سر هم دادن و سعی کردن فضا رو خیلی درش اغراق انجام بدن که قرار اتفاقی بیفته، خب ما هم می‌دونستیم که اتفاق خاصی نخواهد افتاد. ما هم می‌دونستیم که نباید منتظر باشیم که مثلا یک 16 آذر سال 86 برگزار بشه. شما حتی توجه داشته باشید زمانی که تشکل‌های شناسنامه‌دار سیاسی در روز 16 آذر امسال میان بیانیه میدن و دعوت میکنن، ما در 3 یا 4 تا دانشگاه کشور فقط برنامه خواهیم دیدیم. یعنی فضا بسیار بسیار فضای بسته ایه. نه دانشجوها توان هزینه دادن زیادی رو دارن، خب نه اینکه حکومت اجازه میده. اتفاقی که میفته، حتی اینها در بیانیه هاشون به نظر من بحث اعتصاب رو مطرح کردن. اعتصاب هم یک چیزی که در فازهای اولیه اعتصاب قابل اندازه‌گیری نیست. یعنی من نمیتونم بگم که خب امروز 500 نفر رفتن سر کلاس، فردا 1000 نفر رفتن، پس این 500 نفری که امروز رفتن اعتصاب کننده بودن یا نبودن. خب اعتصاب یک جریانیه که شما باید کم کم شروع کنی اون رو ادامه بدی، و وقتی که ادامه دادی و سر حرفت وایسادی و سر خواستت وایسادی، کم کم فراگیر میشه و بقیه هم به تو میپیوندن. این به نظر من یک تمرینی بود برای یک شبکه‌ای که خالی از اشکال نبود. خب این خالی از اشکال نبودن و ما قبول داریم، ما انتقاد داریم به این دوستان، ولی چیزی که من میدونم اینه که این افراد تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم به جریان‌های سیاسی خاصی وابسته نبودند. و اگر وابسته بودن، مطمئن باشید که از طرف رسانه ها اون بمباردمان خبری رو میتونستن انجام بدن. بله. و میتونستن که نیروهای اون احزاب، اون گروهایی که آقای قاسم نجات اسمشون میارن، اونها هم بالاخره ما دیدیم در 2 سال گذشته کم نیرو نداشتن. حالا چه ما بخوایم چه نخوایم، چه خوب چه بد، اونها هم میتونستن وارد ماجرا بشن، ولی به نظر من این گونه نبود. فرصت کوتاهی داریم آقای قاسم نجات، مسئله اعتصاب روش انگوش گذاشتن کمتر از 1 دقیقه. به هر شکل مسئله اعتصاب پدیده تازه‌ای بود که در این فراخوان مطرح شده بود. چقدر اون امکان در واقع، یعنی همین عدم توانایی سنجش در واقع موفق بودن اعتصاب، باعث شده که این حرکت در این مسیر، در این در واقع لحظه چندان موفق ارزیابی نشه؟ من فقط یک نکته رو بگم. مسئله که هست اینه که خیلی از دوستان فعالین دانشجویی هنوز مطمئن نیستن که آیا اصلا کسانی که فراخوان دادن واقعا دانشجو بودن یا نه. این یک نکته. بحث اعتصاب رو هم، اعتصاب اگر رخ بده، خب مشخص که اعتصاب رخ داده. اون وقتی که اعتصاب رخ نمیده هست که نمیشه اندازه گرفتش که حالا مثلا 10% رخ داده یا 5% رخ داده. اعتصاب وقتی رخ نمیده، نه یک اکثریتی نمیرن به سر کلاس. بحث تجمع هم البته بود. من نمیخوام حرکت رو محکوم بکنم. من بحثم این هستش که ما ببینیم که چرا این حرکت موفق نشد و اون رو درس بگیریم. من به نظرم فعلا اگر 15 ثانیه فرصت داریم، عذر میخوام. من رو همون راه حلی که تاکید کردم و قبلش مطرح کردم، رو همون به نظرمون راه حل مناسبی هستش.
تشکر میکنم از شما آقای سعید قاسمی نژاد، آقای مصطفی خسروی، از هر دو شما سپاسگزارم برای شرکت در این برنامه. وفق با فیسبوک و وبلاگ برنامه در تماس باشید. فراموش نکنید بهترین پاسخ به پرسش برنامه رو آریا نوشته روی فیسبوک اون رو خواهید دید. مهمان‌های فردا آقای محمد جواد اکبرین و علی افشاری هستن. موضوع ماوراء الطبیعه در سیاست ایران. تا فردا و افقی دیگر.